اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان ای بهار ای بهار، جاودان در این چمن شکفت باد. خب طبق معمول با دکتر شروین تقوی لاریجانی هستیم. درود بر دکتر شروین عزیز. درود بر شما جناب پارسان. همینطور دوباره مجددن عرض سال نو رو دارم، به خصوص به همه هم، یعنی در از سال نو همگی هست. من که بهار تبریک میگم. بله بهار همگی هست، ولی به خصوص به تمام هموطنانم و به خصوص برای به هموطنانی که در ایران هستن. بله آقای دکتر شروین تقوی لاریجانی، شما صحبت از نوروز جهانی کردید و به همه مردم جهان تبریک گفتید. آقای احمدی نژاد سعی می‌کند با روحیه گداپروری و دادن صدقه و ایجاد احتیاج برای مردم طرح یارانه خودش رو تثبیت بکند در ایران، مردم رو عادت بدهد که کار نکنند، به جای تولید و به جای تولید ایجاد کارخانه و ایجاد شغل اونها رو خانه نشین بکند که به یک مبلغ ناچیز دل ببندن به یارانه که هر موقع اینا رو میخوان عین حیوان عین گوسفند دنبال خودشون به پای صندوق‌های رأی بکشن. نظر شما چیست در این؟ اگر ایران بودید چه فریادی میکردید؟ جناب پارسان، موضوع الان مملکت ما الان اینه، یه ایدولوژی آمده قبضه کرده مملکت رو و واقعا ناکنی مثل یه درختیه که یعنی نظامی که حاکم ایرانه که ریشه هاش کاملا خرابه و شما دست به هر کدوم از این شاخه ها بزنین اینا میریزه. امروز ما داره اشاره میکنیم به یه شاخه که شاید یکی از نمودای اقتصادی باشه و به نظر من فقط به خود احمدی نژاد این تخصص نداره، به این 30 سالی که گذشته و برگردیم به اول ببینید رو چه آرمانای این نظام آمد سر کار. همه آقای خمینی بودن که ایشون میگفتن اتوبوس مجانی، نفت مجانی، همه چی مجانی. شما نها کنید کیا رفتن دنبال اینا؟ همینایی که امروز دم از روشنفکری و نزهت نمیدونم مذهبی ملی و از این حرفا میزنن. و من دوباره برمیگم به 30 سال پیش، برای اینکه میخوام نشون بدم سیاست ایشون دنبال روی همون سیاسته. ببینیم وقتی که اینا آمدن دولت رو قبضه کردن، خود همون عاشورا تاسوعا و اعتصاباتی که اینا مردم رو دعوت کردن دست بزنن، یکی از عواملش این بودش که شرکت نفت اعتصاب کرد که همون موقع یه نقشه بودش که نیرو دریایی میبایستی بیامد اونو قبضه میکرد که دوباره پالایشگاه را میفته. حالا اینو انجام ندادن، اونم یه بخشی دیگه است که اصلا ربطی به این حرف نداره. ولی در کنار اون به کمک پولایی که بازاریا میدادن اینا نفت رو میبردن، به خصوص برای قشرهایی که محروم هستن. و من همیشه به اینا، منم اصلا اونا برادرای ما، یعنی هیچ فرقی نداره. تا وقتی من خدمت شما عرض کردم طبقه بندی اجتماعی باشه همین مشکلات رو ما خواهیم داشت. این خب خود به خود شما گرایش پیدا میکنیم به همچین افرادی. وقتی شما درمان و مجانی میذارن، دکتر میاد مجانی به شما میرسه، خود به خود هر کسی باشه گرایش پیدا میکنه. این کار اینا تو لبنان هم میکنن، این کار هم تو فلسطین میکنن. فکر نکنیم بی خودیه که اینا انقدر نفوذ پیدا میکنن تو کشورهایی که مثلا شما ناکنه رقابت اینا رو ناکنه با عربستان سعودی، اصلا هیچ نفوذی نمیتونه تو اون مناطق داشته باشه. حالا موضوع اینه آیا این اقتصاد درستیه یا اقتصاد غلطیه. خب 100% اقتصاد غلطیه، به دلیل اینکه شما میخواییم به مردم ماهیگیری یاد بدین، نه که ماهی بدین. برای اینکه ماهی دادن همون حکایت این میشه که سفارت انگلیس قرنای پیش میکرد. مثلا یه دلیلی که ما رو مردم ما رو معتاد کرده بودن این بودش، اینو باز به جوونا میگن، میامدن میگفتن تریاک شایع کرده بودن چیز خیلی خوبیه، شما یه چیزی سوختاشو بیارین تو سفارتخونه مجانی بهشتون دوباره جنس دوباره خوب بده. تریاک مجانی میدن، سوخته رو میخریدن کاملا تا وقتی که مردم معتاد شدن. اینم وقتی که شما به جای اینکه ماهیگیری، ببینید شما یه حیوان ببخشید به بچه‌اش شکار یاد میده، نمیره به جایش بچه‌اش شکار کنه شکارو بیاد بده بهش. البته در حاشیه من میگم وقتی شما یه قشری دارین که محرومه باید بهش برسین. ولی برای اینکه ما در گذشته 3 طبقه داشتیم، طبقه محروم داشتیم، فقیر داشتیم، متوسط داشتیم و مرفع. بله الان اینا طبقه متوسط رو برداشتن، شده طبقه مرفع و فقیر. خب ببینین من اصلا در کل داره بهتون میگم این نظام ببخشید خراب شده است و باید بره.
اون طرفی هم که شعارهایی که میدن مثلا میان میگن ما میخوایم پاسدار مستضعفین بشیم. خب بابا شما چرا اصلا مستضعفین رو میان درست میکنین؟ یعنی فرق آقایون، ببینین اصلا هویت جمهوری اسلامی اینه که یه مش روحانی، در این یه مش آدم در لباس روحانی آمدن قدرت رو قبضه کردن. اینا شما نها کنین، حتی به حرف آقای کروبی تو مناظره نها کنین، با کمال پروگی ایشون میگه که حق منه که 500 میلیون تومن از آقای جزائری بگیرم برای اینکه ما هزاران سال آخوند بودیم و این به ما پول میدادن. اینا داره راست میگه ایشون. اینا بهشون پول میدادن و هیچ وقت اینا تولیدات انجام ندادن، فقط مصرف میکرد. کارشون همین بود مردم بهشون پول بدن، این پولا رو پخش بکنن. و شما نها کنین، یکی از دلایلی که الان ایران انقدر از نظر اطلاعاتی، شاید مثلا حالا اطلاعاتی اسمشو نمیذارم، تو جای دیگه داره نفوذ پیدا میکنه، همینه، پول از یه قش میگیره برای بقیه پخش میکنه. یعنی اینا مفهوم به نام چیزی به نام تولیدات بلد نیستن. حالا چه دولتای احمدی نژاد باشه چه دولتای اون ور باشه، خب اول اومد گفت اقتصاد مال خره دیگه. خب الان نا کنه، من اتفاقا تناقض تو شعارهایی که این آقایون میدن، یه کسی آمد به نام آقای رضایی تو این مناظره ها همه حرف این که ماهی گرفتن و این یه مقوله خیلی قدیمه ایشون گفت، ولی من هم فقط میخوام منطقی نها کنید چقدر تند شما به بنبست میخورید. وقتی بحث ایشون شد با آقای احمدی نژاد، به این شرایط رسیدن که آقای احمدی نژاد دولتش